خب، اما جلسه جدید رو آغاز میکنیم. متشکرم آقای جعفری، چشماتون زیبا میبیند. متشکر و ممنون، لطف دارید شما. خب بچه ها، ما در مورد آبشاری صحبت کردیم، گفتیم که جایی که نیازا ثابته و مشخص، این خیلی مهمه، نیازا ثابته و مشخص. کلمه ثابت، لطفا یادداشت بکنید اگه یادتون میره، کلمه ثابت دلالت میکنه بر غیر تکاملی. یعنی نیاز ثابت یعنی ثابته. آها، یعنی وقتی پروژه تموم شد، نمیشه نیاز جدید بهش اضافه بکنی. نه، کلمه بدون تغییر رو دیگه براش نگید. نظرم بدون تغییر ثابت میشه. آخه هی کلمه بخوایم اضافه کنیم جالب نمیشه. کدینگمون رو تو ذهنمون یه طوری در نظر بگیریم که بگیم نیاز ثابت. وقتی میگیم ثابت، نیاز ثابت بر غیر تکامل، چون اینجوریه. ببین، تموم شد، خدافظ. میدونی اینجوریه، چون تکاملی در کار نیست بگیم مثلا کم کم پروژه کامل میشه. ولی یه مثال تکاملی عالی اینه که مثلا یه دانشگاه اول مقطع مثلا لیسانس رو داره، بعد میشه مثلا فوق لیسانس و بعد ارشد و همینطوری. این الان تکامل پیدا کرده. خب ولی آبشاری در جایی که ثابت و مشخص. رد چجوریه؟ تقسیم پذیر نیاز ثابت و مشخص. نمونه سازی چجوریه؟ نیاز ثابت نامشخص. خیلی حرف مهمه، میگم اگه یادت میره بنویس. نیاز ثابت و نامشخص. چرا ثابته؟ چون باز غیر تکاملی دلالت میکنه. حالا نامشخصه ولی ثابته. یه ذره مثلا نمونه سازی میکنیم، نمونه نشون میدیم و اینا، تا بالاخره نیازا مشخص شه. نه، یعنی نیازا چجوری پیدا میشه؟ کم کم توسط نمونه سازی. همین الان شروع شد. کم کم توسط نمونه سازی مشخص میشه و بعدش دیگه آبشاری میره جلو. دیگه میشه به من بگه نمونه سازی تو کدوم فعالیت نمونه سازی انجام میشه؟ میگیم فعالیت ارتباطش رو با نمونه سازی انجام میدیم، بعدش آبشاری. ولی مثلا تو آبشاری دیگه کارش با تو فعالیت مثلا تو آبشاری دیگه کارش تو فعالیت ارتباط با گفتگو و مشاهده و مصاحبه کارش را میفته، چون همه چی مشخصه دیگه. ولی اینجا چون یه کمی نامشخص هست، وضوح نیست، هرچند نیاز ثابته، ولی باید ما مثلا توسط نمونه سازی این وضوح رو بیشتر کنیم. انگار مکانیزم نمونه سازی دور انداختنی کمک میکنه که وضوح نیازهای ما مشخص تر بشه، واضح تر بشه. پس یاد بگیرین ابزار گفتگو مشاهده و یا نمونه سازی دور انداختنی، اینا برای کشف نیازها هستن و تعیین لیست نیازمندی ها. البته یه نمونه سازی تکاملی هم داریم که جلوتر میگیم. قبول؟ خب میرسیم به صفحه در واقع 47 کتاب، یعنی تکاملی های سنتی. یاد بگیم مدل های فرآیند تولید نرم افزار یا غیر تکاملی هن، یا تکاملی سنتی هن، یا تکاملی مدرن. یعنی ما چند مدل تکاملی داریم؟ دوتا، یا تکاملی سنتیه یا تکاملی مدرن هست. کلمه به کلمه ی حرفایی که میزنم اهمیتش بالاست. کلمه به کلمه ی حرفایی که میزنم درجه اهمیتش بسیار بسیار بالاست.
خیلی ساده بخوام میگم دقیقا اون کلماتی که من میگم میاد تو کنکور، حالا خوب نیست به این وضوح بگم، ولی خب این که مثلا یهو من میگم نمونه سازی مثلا تو فعالیت ارتباط، خب این خیلی مهمه دیگه. تکاملی هم یا سنتی یا مدرن، ما دو مدل تکاملی داریم ولی غیر تکاملی دیگه، مثلا مدرن نداریم دیگه، یه غیر تکاملی داریم که اونم از جنس غیر تکاملی سنتیه دیگه، همین هست. ولی تکاملی دو مدل داریم، سنتی و مدرن. خب اینا رو که ما یاد گرفتیم، تستش هم تا حدودی حل کردیم، من میخوام یه حرف خوب بزنم اینجا براتون، یه شکل بکشم. بچه کلن غیر تکاملی ها، خب کلن این غیر تکاملی ها، حالا این سمت مثلا این سمت میخوایم تکاملی ها رو بگیم، تکاملی های مثلا تکاملی ها کلن. بچه غیر تکاملی ها مثلا اگر اینجا رو شما فرض کنید که اینجا رو فعالیت ارتباط در نظر بگیرین، این فعالیت ارتباط مثل جعبه در نظر بگیرین که این کل، آخه من گفتم غیر تکاملی ها اینجوری هن. سیستمشون یک جا هست، یعنی باید کل ارتباط تموم بشه، نه؟ برای همین یک مثال آبشار رو براش آوردم، آبشار همینطوری کل کل میاد پایین دیگه، تیکه تیکه که نمیاد، آبشار کل آبشار میاد تو پله اول، بعد میاد تو پله دوم، کل آبشار میاد تو پله، یعنی همه با هم یک سیستم حرکت آبشار، یک جا یک جایه. بعد کل اون در واقع ارتباط کلش مثل یه جعبه پا میشه میاد کجا؟ میره تو مثلا اینجا، یعنی کلش یک جا یک جای سیستم حرکتیش. و در نهایت میبینی مثل یه جعبه که کلش، برای همینه که میگیم در جایی استفاده میشه یه نیازه باید ثابت و مشخص باشه، چون این کلش باید بیاد اینجا، این کلش بیاد اینجا، اصلا فرصت رو به عقب رفتن و بعد تهش هم تازه زبدره، نمیتونی بری دوباره از بالا ارتباط تحلیلی، یه دور کامل ارتباط تحلیلی طراحی پیاده‌سازی تموم، دیگه هیچ فرصت دوباره که بخوای بری ارتباط تحلیل طراحی پیاده‌سازی این حرفا رو نداری، تموم میشه. ببینید غیر تکاملیه. ولی اگه بخوام راجع به حالا من تکاملی ها حرف بزنم، تکاملی ها اینجوری هن، یا کن اصلا یه ارتباط انجام میدی، یه مربع کوچیکو تو ارتباط میکنی، یعنی دوتا نیازشو میشناسی مثلا، بعد مثلا همون دو سه تا نیازو بزرگ نمیشه، این مربع یکیه، این با شک اینجوری نشون میدی جالب تره. بعد همین دو سه تا نیازو پیاده سازی میکنی، نه به کل این حرکتی که انجام میشه، مثلا میگن که افزایش یک. بعد تکاملی ها اینجوری هن بچه ها، زرن یک جا نیستن، این میشه افزایش یک. بعد دوباره چی میشه؟ دوباره میرن از اول، میگن حالت چطوره میدونی؟ حالا حالت چطوره میدونی؟ انگار ذره مثلا دو سه تا نیازو پیدا کردن، حالا چرا شکلش بزرگتر شده؟ چرا مربع بزرگتر شد؟ چون پروژه داره تکامل پیدا میکنه دیگه. یعنی اینجا اگه مثلا دوتا نیاز، حالا دوتا نیاز دیگه اضافه شد به این، حالا دوتا از قبل، دوتا هم اینجا، حالا شد چهارتا. بعد مثلا تحلیل حالا چهارتا، ببین اینجوریه. بعد دوباره پیاده سازی مثلا یه چهارتا دیگه، اینو بهش میگیم مثلا افزایش چند؟ این میشه افزایش دو مثلا.
آره، بعد یه همین طوری که میری جلوتر، حالا کنارش جا نیست بکشم، انگار افزایش سومش میشه چی؟ دوباره ارتباط، دوباره تحلیل، دوباره طراحی، دوباره پیاده سازی. مثلا این دفعه میشه 6 تا. انگار دیدی مثل یه بهمن که میاد پایین همینجوری غلط میخوره، هی کامل و کامل تر میشه. اینو مثلا میگیم افزایش چیزه. بعد این حکایت رو من چند تا نقطه اینجوری میذارم. یعنی چی؟ یعنی که همینطوری افزایش 4، افزایش 5، مثلا 2 4 6 8، یعنی داره بچه 2 4 6 8، یعنی پروژه داره یک جا یک جا انجام میشه، یا داره ذره ذره انجام میشه پروژه. آره ذره ذره. حالا نکته مهم اینه که راجب تکاملی ها، راجب تکاملی های نکته رو یاد بگیری، راجب تکاملی ها به طور کامل. بچه ها تکاملی ها تازه فرقی هم نمی کنه سنتی یا مدرن، هر جفتش. اصلا من ببین بالا نوشتم چی؟ تکاملی ها، یعنی حالا چه از جنس سنتی چه از جنس مدرن فرق نمی کنه. کلن در سیستم تکاملی ها ما دو نوع تکامل داریم، انواع تکامل. هم تکامل نیاز داریم، هم تکامل چی؟ نرم افزار، یعنی همون پروژه. هم تکامل نیاز رو داریم، هم تکامل چی؟ میفهمید یعنی چی هم تکامل نرم افزار، هم تکامل نیاز، هم تکامل نرم افزار؟ میفهمید دیگه. الان شما اینجا چند تا نیاز داشتی؟ دو تا نیاز. پروژه چقدر پیاده سازی شده، تکامل پیدا کرده؟ به اندازه دو تا. یعنی هم نیازت به اندازه دو تا تکامل پیدا کرده، هم پروژت. حالا اینجا تو افزایش دو، پروژه نیازت چقدر تکامل پیدا کرده؟ دو تا دیگه تکامل پیدا کرده. ولی پروژت چقدر دیگه جلو رفته؟ دو تای دیگه جلو رفته. کلن چقدر جلو رفته؟ چهار تای دیگه. نه ببین اینجا چقدر دیگه نیازت جلو رفته؟ دو تای دیگه. خب نرم افزار چقدر جلو رفته؟ خب به اندازه همون دوتا پیاده سازی شده، پس جلو رفته دیگه. کلا چقدر جلو رفته؟ 6 تا. پس ما چند مدل تکامل داریم بگو؟ دو مدل. ما دو مدل تکامل داریم. اینا مهمه ها، تکامل نیاز، تکامل نرم افزار. بچه در مدل آبشاری، در مدل آبشاری، خب ما نه تکامل نیاز داریم نه تکامل نرم افزار تو مدل آبشاری. میفهمی چی میگم؟ تو مدل آبشاری نه تکامل نرم افزار داریم. چرا تکامل نرم افزار نداریم؟ بوجان غیر تکاملیه، اصلا غیر تکاملیه دیگه، چون یک جا یک جا حرکت میکنه. اینو باید بگیم. آره، چون یک جا یک جا، از ذره ذره نگید برگشتی نیست، بگید چون ذره ذره نیست. اصلا لغات تکاملی و غیر تکاملی استفاده بکنید. پروژه ای میتونیم بگیم که تکامل نرم افزار داره که خب تکاملی باشه. ببین پروژه ای تکامل نرم افزار داره که تکاملی باشه. تکاملی یعنی چی؟ تکاملی یعنی ذره ذره. پروژه‌ای که غیر تکاملی باشه، پس نرم افزارش هم غیر تکاملیه، چون یک جا یک جا ایجاد میشه. اینا مهمه. پس آبشاری نه تکامل نرم افزار داره، چون یک جا یک جا یا ذره ذره نیست، و نه تکامل نیاز داره. خب تکامل نیاز نمیخواد که، نیازش کلن اصلا چی هم اول مشخصه و ثابته. تازه رد چطور؟ رد هم که همون آبشاریه دیگه، منتها فقط تقسیم شده. حالا یه کمی راجع به نمونه سازی حرف بزنم. بچه ها نمونه سازی تکامل نیاز رو داره. چرا تکامل نیاز رو داره؟ به خاطر اینکه توسط نمونه سازی دور انداختنی نیازاش باید تکامل پیدا کنه، چون ثابت هست
ولی نامشخصه، پس نیازش تکامل پیدا میکنه. ولی نرم افزارش چطور؟ نرم افزارم تکامل پیدا میکنه تو مدل نمونه سازی پروژه یا نرم افزار؟ نه. چرا؟ چون پروژه تکاملیه که تکاملی باشه. خب این غیر تکاملیه. پروژه ها در مدل های غیر زبدرم، ببین تایی همشون زبدر زدم. خب پس دیگه امکان نداره مثلا یه تستی بدم اینجا نزنی دیگه شفاف شفاف شد. خب این تموم شد. اما میرسیم تکاملی سنتی که خودش دو بخشه، یا افزایشی یا پیچشی. اولا افزایشی و پیچشی کاملا مثل همن، کاملا مثل هم. فرض کن یک اختلاف کوچیک دارن که این اختلاف کوچیک خیلی به شما کمک میکنه که قدرت تفکیکت بره دوباره بالا. پس الان من ازت میخوام که افزایش پیچشی رو هم در نظر بگیریم. این شکل رو متوجه شدی؟ 2-4 مثلا اینجوری تکرار میشه. این شکل رو درک کردی و این شکلی که مثلا اینجا من کشیدم، خب راجب کل تکاملی هست دیگه، فرق نمی کنه که افزایشی، پیچشی، تکاملی سنتی، تکاملی مدرن، همشون در واقع یه شکلی. صفحه در واقع من صفحه 48 گفتم، این شکل صفحه، یعنی مدل افزایشی رو میخواییم بگیم، مدل افزایشی. خب بعد این مثلا بهش میگیم افزایش 1، بعد این همینطوری میره میشه مثلا افزایش 2. حتی بذاریم فلش ها، منظورم این نیست که اینو الان کوچیک و بزرگ شده ها. این افزایش 1، بعد افزایش 2، مثلا افزایش 3. و بچه ها تهش رو ضرب در نمیزنم. چرا؟ چند تا نقطه کشیدم برای مدل افزایش اینکریمنتال. این که چند تا نقطه زدم یعنی چی؟ چرا ضرب در نزدم؟ این چند تا نقطه یعنی چی؟ یعنی تکامل هم در نیاز هم در پروژه. یعنی انگار اینجا یه دونه نیازش معلوم میشه، اینجا دوتا، یعنی اینجا هدف یه دونه اضافه میشه، یه ست. یعنی کم 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 ذره ذره داره میره جلو، هم نیازش هم پروژهش. در محیط زیستش رو بگم، محیط زیست، نیاز متغیر، ببین آها، نیاز متغیر، کلمه متغیر دیدی؟ کلن خط بزن روی غیر تکاملی ها، اونا ثابت بودن. نیاز متغیر نیازش متغیره، پس نیاز تکاملی داره. نیاز متغیر و نامشخص، یعنی هم این که گفتم، حالا این دوتا با هم یک جا دنزه بگیم بهتره، هم متغیره هم نامشخصه. یعنی این که باید تکاملش هم در نیاز باشه و هم در پروژه باشه، و پروژه ذره 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 میره جلو. مثلا یه مثال خوب زدم، انگار مثلا میخواییم ورد بنویسیم، بچه ها نرم افزار ورد رو که میخواییم بنویسیم، این نرم افزار ورد ابتدا مثلا نوت پد بود، نه؟ گام یک مدل افزایشی دیگه، به این میگن افزایش اول. انگار تو افزایش اول نوت پد رو ساختیم، تو افزایش دوم ورد پد شد، تو مثلا افزایش سوم ورد شد، بعد مثلا بهش اسپل چکینگ رو اضافه کردیم، نمیدونم تایپ صوتی رو بهش اضافه کردیم. یعنی هسته در واقع پروژه من، هسته پروژه من نوت پد بوده. دقیقا مثل یه بهمنی که، آره دیگه گرامرم چک میکنه، دقیقا مثل یه بهمنی که از بالا یه دونه برف بوده، همینطوری اومده پایین، قلتون قلتون قلت خورد اومده پایین، هی
دونه برف هی بزرگ و بزرگتر شده و تبدیل به بهمن شده دیگه، بعد خیلی بزرگ شده دیگه، و این حکایت براش وجود داره. پس مدل افزایشی نکته مهم اینه که بچه این الان افزایش اول، افزایش اول یک افزایش قابل تحویل به مشتری هست یا نه؟ هست، چون که در واقع این افزایش یک سوال منه بچه، یه چیزی که میخواییم بندازیمش دور یا نه بعدن روش یه چیزای دیگه سوار کنیم تا کم کم کامل بشه. به من بگید افزایش یک قرار دور انداخته بشه یا نه قرار یه چیزایی بهش اضافه شه و بعد کامل بشه؟ بگید دور انداخته. آره اضافه شه. آره نمیندازیمش دور، نه کامل میشه، آره نمیندازیمش دور. خب پس من سوال میپرسم شما جواب بدید، نمونه های اولیه، نمونه های اولیه مثل افزایش یک افزایش دو آیا جزء هسته محصول نهایی هست؟ یعنی اون نمونه های اولیه تو دل محصول نهایی هستن یا نه؟ هستن دقیقا، مثل یه دونه برفه که داری میچرخه تو دلشه. پس نمونه های اولیه که ایجاد میشه جز هسته محصول نهاییه، یعنی دور انداختنی نیستند. پس ما اینو یاد میگیریم که مدل افزایشی رو اگه بخوایم در موردش حرف بزنیم، مدل افزایشی رو بخوایم حرف بزنیم اینجوری درست شده: ابزار نمونه سازی دور انداختنی داره، ابزار نمونه سازی تکاملی داره، به اضافه آبشاری. البته آبشاری رو پرسمن گفته، خب که به نظر من ای کاش که اینجور آب نمیگفت آبشاری، که من اینجا خب توضیح میدم که منظور پرسمن این که مثلا اینجا گفته آبشاری، منظورش فعالیت های چارچوبی بوده. یعنی میگه که مثلا افزایش یک و همون یک کوچولو رو انجام بده، منطور بشه که آبشار، یعنی اون یک کوچولو رو، خب بهتر بود میگه فعالیت های چارچوبی رو تو اون یک کوچولو انجام بدید. ببینید منظور پرسمن اینه که میگه که مثلا یه افزایش یک مثلا به اندازه دوتا، خب دوتاش مشخصه دیگه، پس یه جوره انگار آبشاریه دیگه، میگین چی میگن؟ به اندازه دوتا آبشاری برو جلو. ولی اگه میگو فعالیت های چارچوبی که تکرار میشه بهتر بود. اونطور میگه که خب این آبشاری انگار، یعنی دوتاش مشخص شده، دوتا رو تحلیل کن، طراحی کن، پیاده سازی کن، قابل درکه دیگه براتون. به اندازه یه دونه نیاز، به اندازه دوتا نیاز، به اندازه سه تا نیاز. خب پس این آبشارین میگه که مثلا سه بار آبشار رو تکرار کن. بیشتر میگم منظورش فعالیت‌های چارچوبی بود، این تحلیل، طراحی، پیاده سازی. یعنی تو افزایش یک ارتباط، تحلیل، طراحی، پیاده سازی. دوباره تو افزایش دو چطور؟ ارتباط، تحلیل، طراحی، پیاده سازی. دوباره تو افزایش سه هم ارتباط، تحلیل، طراحی، پیاده سازی. آره دیگه، برای هر افزایش مراحل آبشاری، این قشنگ‌تره بگیم، آفرین باهوشید، برای هر افزایش مراحل آبشاری رو پیش می‌ریم. خب بهتر بود که بگه برای هر افزایش فعالیت‌های چارچوبی رو پیش می‌ریم. حالا پرسمن گفته پس ما هم باید لغت‌های اون رو دقت بکنیم، چون طراح‌ها خیلی اونقدر حواسشون نیست که بیان مثلا اینا رو لحاظ مفهومی بدن یا ندن، دقیقاً همون لغت‌های پرسمن رو به کار می‌برن، پس بعد سلیقه‌ای رفتار نشود. یعنی دقیقاً متن خود پرسمن. خب پس این که این از این. بعد این تکاملی از کجا اومده؟ ببینید بچه ها، روح حرکت مدل افزایشی در نمونه سازی تکاملی، روح حرکتش، روح حرکت و در واقع جانی که به افزایشی بخشیده میشه. سوال اینه چه کسی به افزایشی حرکت میده؟ بگیم نمونه سازی تکاملی، بگید
اینا تو متن کتابن. چه کسی به افزایشی حرکت میگه، حرکت میده، میگه یک گام، یک گام، دو گام، سه، میگه نمونه سازی تکاملی. چرا؟ چون هی نمونه میسازیم ولی این نمونه ها تکاملی هن. یعنی نمونه ها دور انداختنی نیستن، بلکه این نمونه ها هی روش سوار میشه، سوار میشه، سوار میشه تا پروژه کامل بشه. پس کی به افزایشی حرکت میده؟ روح و جان میده. نمونه سازی تکاملی، یعنی نمونه هایی میسازیم که تکاملی هن و رفته رفته کامل میشن. یه نکته دیگه ای که وجود داره بچه ها، یه نکته مهم، میشه به من بگید نمونه سازی دور انداختنی کجا استفاده میشه؟ همیشه، همیشه. جاش کجاست؟ فعالیت ارتباط، همیشه. نمونه سازی تکاملی هم که خب یعنی همین دیگه، یعنی یه چیزی بسازی بعد دوباره یه چیز دیگه به اون اضافه کنیم، یعنی نمونه سازی تکاملی. یعنی افزایش یه نمونه است و افزایش دو هم یه نمونه است، که افزایش یک تو دل افزایش سه، افزایش سه هم یه نمونه است که افزایش یک تو دل اونه. حالا ما میتونیم در واقع توسط ابزار نمونه سازی دور انداختنی که همیشه تو فعالیت ارتباط انجام میشه، میتونیم این بچه بخش اختیاری میتونه این نباشه اصلا، این تیکه چیه تو مدل افزایشی اینجا اختیاری، میتونیم از این ابزار استفاده نکنیم، ولی نمونه سازی تکاملی و آبشاری جز لاینفک مدل افزایشی. میتونیم از ابزار نمونه سازی دور انداختنی تو فعالیت ارتباط تو مدل افزایشی هم استفاده کنیم. یعنی من الان چیکار میکنم؟ اول اینا، چون من و شما قرارداد کردیم که ابزار نمونه سازی دور انداختنی رو من اینجوری نشون بدم، یعنی هر بار که هر افزایشی رو میخوایم شروع بکنیم یه دور قبلش نمونه سازی چی میکنیم بچه ها؟ دور انداختنی میکنیم، ببینیم چی کمکی به ما میکنه. من میگم مثلا اگر تو افزایش یک اگر قرار دوتا نیاز رو بشناسیم، خب بیایم قبلش، چون ما وقتی که افزایش یک رو تموم میکنیم بعد افزایش دو قرار رو چی سوار شه؟ بگید رو افزایش یک. یعنی باید همه تلاشمون رو بکنیم افزایش یک درست انجام بشه یا غلط. بگید همه تلاشمون باید باشه افزایش یک درست انجام بشه یا غلط. باید درست انجام بشه، و اگه غلط انجام بشه انگار افزایش دو باید بشه اصلاح افزایش یک. میفهمید چی میگم؟ اگه غلط انجام بشه اون وقت افزایش دو باید بشه اصلاح افزایش یک و نمیشود، و افزایش دو اون موقع تکامل افزایش یک نمیشود، باید اصلاحش کنه. خب این وقتگیره، ببینید بده. چرا؟ چون سیستم تکاملی از ابزار ارزان قیمت استفاده میکنه، از ابزار گران تو سیستم تکاملی. خب تو سیستم تکاملی ما از ابزار گران استفاده میکنیم. چرا؟ چون نمونه های اولیه یه جورایی نمونه هایی هستن که ما میخواییم بدیم تحویل مشتری، یعنی جزء هسته محصول نهایی هستن، یعنی قابل استفادن هستن، چیزی قرار نیست دور انداخته بشه. ما میگیم برای این که در واقع همین افزایش در حد ولا حتی دو تا نیاز برای این که مثل آدم انجام بشه، میایم خب قبلش یه نمونه سازی دور انداختنی با ابزار ارزان قیمت انجام میدیم، که همین دوتا رو هم که داریم حالا بعد میریم مثلا با ویژوال مینویسیم، دیگه گام بعدی افزایش بعدی نشه تصحیحیم، بلکه دیگه این پشتش نمونه سازی دور انداختنی کردیم، خیالمون راحته، و بعدش دیگه ارتباط تحلیل تربیت سازی وقتی که مشخصه، چون نمونه سازی دور انداختنی قبلا کردیم قبلش، پس این 100% درست در میاد، و چون 100% درست در میاد پس افزایش دو تو این شرایط میشه تکاملش یا اصلاحش، دیگه میشه تکاملش دیگه. و نکته مهم اینه که همیشه شما هر وقت که یاد بگیرین، همیشه همه جا هر وقت از ابزار نمونه سازی دور انداختنی استفاده بکنید، منجر به کاهش چی میشه برای شما؟ کاهش ریسک
نیاز بگید همیشه ابزار نمونه سازی دور انداختنی اولا تو فاز فعالیت ارتباط استفاده میشه برای تهیه لیست نیازمندی ها و چون یک ابزاری به تهیه لیست نیازمندی ها استفاده میشود بچه منجر به کاهش ریسک چی میشه؟ نیاز میشه، چون بالاخره ما تو پروژه‌مون یک ریسکی داریم به نام ریسک نیاز و صرفه‌جویی در زمان هزینه هم میشه دیگه. دقیقا، چون وقتی که ما نیاز رو پیدا بکنیم خیلی جا صرفه‌جویی میشه دیگه. اون کجا که شما مثلا اینجا نمونه سازی دورانداختنی رو نکنی، خب اگه این نباشه تو با ویژوال مینویسی دیگه، چون نمونه سازی دورانداختنی نداری. طبق نمونه سازی تکاملی پروژه با ویژوال میسازی ولی ممکنه غلط باشه، یعنی تو با ابزار گرون نوشی، با مصالح و متریال خوب نوشی ولی خب خراب از آب در میاد دیگه. یعنی اون ویژوالی که مصرف کردیم بعد بریزیش دور. آدم عاقل میاد همین دوتا نیازم میره مثلا با یه ابزار ارزان، مثلا چه من با وی بی 6 مینویسه، خیالش که راحت شد میبره ویژوال مثلا مینویسه. دقت میکنید؟ و با نسخه های جدید تره در واقع دات نت مثلا، و این حالت بهتر هست. خب که اینجا باعث میشه که اگر این کار شما بکنی ریسک نیازات میاد پایین، در نتیجه اون چیزی که با ویژوال استادیو می نویسی، دات ست می نویسی دیگه درسته و نیاز به اصلاح نداره، چون اگرم اصلاح می خواسته با ابزار ارزان قیمت توسط نمونه سازی دور انداختنی اونو انجام دادی. خیلی خوب، پس ما یاد می گیریم که مدل افزایشی در جایی استفاده میشه که نیاز متغیره و چیه؟ نا مشخص. این محیط زیستش. اما اگه بخوام در مورد مدیریت ریسک، شاید که چرا من تو آبشاری و رد و خدمت شما عرض کنم که نمونه ساز مدل نمونه ساز چرا راجع به ریسک حرف نزدم. خب اونا کلن اصلا مدیریت ریسک رو ندارن. یاد بگیرین مدل افزایشی مدیریت ریسک رو داره، منتها به طور چی؟ ناقص. یعنی مدیریت ریسک افزایشی چیه؟ داره، نمیگیم نداره ولی ناقصه. بعد میگه که جایی داریم که مدیریت ریسک رو انجام بده و کامل باشه، میگم آره پیچشی. پس نتیجه حرفام اینه که دقیقا مدل افزایشی و پیچشی دقیقا مثل همن، هیچ فرقی با هم ندارن بچه ها. خب تنها فرقش تو چی میشه؟ این که افزایشی مدیریت ریسکش ناقصه ولی پیچشی مدیریت ریسکش کامله. حالا اگر یه جایی باشه که نیاز متغیر باشه و نامشخص و امنیت داشته باشیم، امنیت مطرح باشه، از افزایشی استفاده میکنید یا پیچشی؟ از پیچشی. چرا؟ به خاطر اینکه افزایشی مدیریت ریسکش چیه؟ ناقصه. بگید ناقصه. آره مدیریت ریسکش ناقصه. ولی اگر یه جایی برام ریسک ها مهم نبود میتونیم از چی استفاده کنیم؟ افزایشی. ولی اگر ریسک ها برام مهم بود به طور کامل، یعنی امنیت کامل، اون موقع پیچشی. ولی این به این معنی نیست که کلا مدیریت ریسک رو نداره ها، داره، یه جاهای مدیریت ریسک میکنه توی فضاهایی ولی ناقصه. اگر یه جای امنیت مطلق رو بخوایم باید از مدیریت ریسک کامل استفاده کنیم. خب این مدیریت ریسکی که داره ناقصه، خب اوکی، یعنی یه چیزایی رو داره دیگه. بچه ها وقتی میگیم ناقصه یعنی یه سری مدیریت ها رو داره. حالا سوال از من میپرسید احتمالاً که اونا چیه؟ میگم یکیش اینه، مدیریت ریسکی که داره. یکیش مدیریت ریسک نیازه، توسط چی؟ ابزار نمونه سازی دورانداختنی.
دور انداختن. یکی دیگه هم اینه مدیریت ریسک فنی. این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما فرض کنید یک پروژه میخواهید بسازید که از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده. بچه ها میفهمید چی میگم؟ یه پروژه میخواهید بسازید که مثلا هم سخت افزار میخواد هم نرم افزار. اگه خاطرتون باشه، نمیم خاطرتون هست یا نه، این نرم افزار زرنگار یه موقعی که میخواست کار بکنه، یک نمیم زرنگار یادتون میاد یا نه، کسی تو خونه زرنگار نداشت، مثلا بیشتر ناشرا داشتن. یه نرم افزاری بود برای حروف چینی که هنوز ورد خیلی قوی تره. آره ورد خیلی قوی تره هنوزه. یعنی کاری که با زرنگار میکنه با ورد نمیشه هنوز انجام داد، از نظر زیبایی ها. الان کتاب هوش مصنوعی ما با زرنگاره، نگاه میکنی خیلی مثلا نظر متن قدرتمنده، حروف چینیش اون زرنگاره کتاب هوش مصنوعی. بعد موقعی که میخواست کار بکنه یه قطعه سخت افزاری به اون وصل میکردن که اون کار بکنه. خب مثلا اون یه مثال، خیلی مثال های دیگه میشه زد که نرم افزار بعد حتما کنارش یه قطعه سخت افزاری هم باشه. حالا یه بحثی مطرحه، یه پروژه هست که هم بخش نرم افزار داره هم سخت افزار، ولی سخت افزارش هنوز آماده نشده. خب سخت افزار که بعد جدا درست بشه دیگه، نه نرم افزار هم جدا. آیا بعد اینجوری بشینیم تا سخت افزار آماده بشه؟ میگیم نه، مدل افزایشی چون این قابلیت رو داره که ذره ذره کامل بشه، ما میگیم که در واقع یه کمشو برو جلو، چند تا گامشو برو جلو، یه پیشروی بکن تا اونجایی که میرسه به سخت افزار دیگه سخت افزارم آماده است، اونجا بعد میتونن با هم چی بشن، حرکت بکنن. درسته؟ مثل اینه که یکی از اقوام شما مثلا رفته مسافرت، منتظر خبرش این هستی که مثلا اگه جاده خوب بود شما هم برید، ولی حالا همین که شما منتظر تلفن اون هستی، حالا مثلا احساسات هم داری کم کم جمع میکنی، خیلی وا نمیستی که ببینی حالا اون چی شد. بالاخره یه امیدی داری که حالا احتمالا جاده بازه و تو هم بری، یعنی هم منتظر تلفنی هم وسایلتو داری کم کم جمع میکنی. این هم همین حکایته، هم منتظری که سخت افزار آماده بشه، هم داری پروژه تو جلو میبری، نرم افزار تو که کم کم کار رو میفته جلو. و این بهش میگن بحث مدیریت ریسک فنی، که این قابلیت رو در واقع مدل افزایش ده. این که میگید دهه 70، بله دیگه دهه 70 اوج نرم افزار ایران بود، ولی خب بعدن با سیاست های انحصار طلبانه ای که از سمت مایکروسافت اعمال شد، خب ایران تو نرم افزار خیلی نتونست رشد بکنه دیگه. میدونید مثلا اون موقع پارسا 98، اون موقع که به وجود اومد، مثلا میومدن فارسی سازی میکنن، اینا تو جهان به وجود نیومده بود که تو ایران به وجود اومد، ولی مثلا مایکروسافت بعدن یونیکد رو به وجود آورد. این شرکت ها اغلبشون از بین رفتن، ورشکست شدن، وگرنه ایران خیلی خوب داشت پیش میرفت تو بحث حوزه نرم افزار. مثلا زرنگاری به وجود آورد که اونا تازه نوت پد درست کرده بودن، میدونید مثلا خیلی خیلی قدرتمند درست کرده بودن. و شرکت ها همینطوری هم دیگه، شرکت ها تکاملی هن. اگر این شرکت ها الان باقی میموندن خب خیلی قدرت زیادی پیدا میکرد. مثلا فهم کنید مثلا اپل از کجا شروع کرده، آیه استیو جابز یه ده دانشوی کف خیابونی که مثلا برخونده بودن جمع کرد دوره هم، اینا تو کارگاه تو گاراژ میشستن مادربورد درست میکردن، میدونید. و به مرور تکامل پیدا میکنه دیگه. ولی خب این حرکت تو ایران انجام نشده. الان ما یه برد آسانسور نمیتونیم بسازیم، یا یه برد مثلا آیفون تصویری. اینا همه به خاطر اینکه خب بحث مدیریته، یه نفری که بیاد جمع کننده باشه تو ایران نیست، بچه ها رو جمع کنه دوره هم. بله آره اپل اینا بودن دیگه. خب میگم به خاطر رشد ایران بود دیگه، این سیاست انحصار طلبانه است، نمیخواستن تکنولوژی رو ما ببینیم. آره دیگه خب بالاخره
ببین الان شما فرض کن که یه گوشی موبایل هستن، حالا گوشی موبایل نه، ببین بعضی از نرم افزارها قطعات سخت افزاری هم نیاز دارن. مثلا فرض کن که یک نرم افزاری میخواد به صورت ریل تایم کار کنه، مثلا یه سیف هومه و قرار از بیرون مثلا دود و سنس کنه. خب حالا اون سخت افزار سنس کردن دور از بیرون انگار الان آماده نیست. خب بعد چیکار بکنیم؟ بشینیم همینجوری؟ نه دیگه، میگیم بخش نرم افزارش حالا کم 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 شروع میکنیم پیش میبریم، سخت افزارش هم که آماده شد بعد اینا رو با هم چیکار میکنیم؟ اسمبل میکنیم. فکر کنم فهمیدید. بیا پایین صفحه 49 کتاب، البته شکل صفحه 48 کتاب هم که امیدوارم درک بکنید دیگه، میبینی که افزایش یک ارتباط داره، برنامه‌ریزی داره، مدل سازی داره، ساخت داره، استقرار داره، دوباره افزایش دو، دوباره افزایش سه. و من خدمتتون گفتم و چند تا نقطه، این چند تا نقطه به خاطر اینکه تکامل داره هم در نیاز هم در پروژه. محیط زیست هم شد متغیر و نامشخص. همین که میگیم متغیره یعنی تکاملی، ولی وقتی میگیم ثابت یعنی غیر تکاملی. بچه پایین صفحه 49 یه نکته مهم گفتم، پایین صفحه 49 ببین چی گفتم. اصلا کلن سه تا توجه پایین صفحه 49 خیلی مهمه. سه تا توجه پایین صفحه 49، ببین گفتم مدل افزایشی مانند مدل نمونه سازی. بعد مدل نمونه سازی هم که میدونی چیه دیگه، مدل نمونه سازی رو با ابزار نمونه سازی قاطی نکنی. مدل نمونه سازی رو اینجا گفتم، این مدل نمونه سازی. مدل افزایشی مانند مدل نمونه سازی و مدل های تکاملی دیگر ماهیت تکرار داره. نمونه سازی هم تکرار داره، اما برخلاف مدل نمونه سازی، مدل افزایشی بر تحویل قطعه عملیاتی در هر افزایش تاکید دارد. قطعات اولیه بخش های اولیه از محصول نهایی هستند، اما قابل ارائه خدمات به کاربر را دارند. حالا من یه سوال میپرسم بچه، تو مدل نمونه سازی نمونه هایی که ساخته میشه میره تو دل محصول نهایی یا دور انداخته میشه؟ تو مدل نمونه سازی نمونه هایی که ساخته میشه، آها چرا؟ چون میگیم نمونه سازیش اصلا نمونه سازی چیه؟ دور انداختنیه، ولی افزایشی نمونه سازیش تکاملیه. نکته دیگه اینه که نمونه سازی تکاملی اینجا فقط و فقط در جهت تکامل نیازها استفاده میشه، و بعد که نیازها مشخص شد پروژه به شکل یک جا میره جلو، یعنی آبشاری میره جلو و بعد به شکل غیر تکاملی و بعدش هم تموم میشه. در مدل نمونه سازی به واسطه مکانیزم نمونه سازی دور انداختنی، فرایند تکرار تنها در مرحله جمع‌آوری نیازها انجام می‌شود، اما در مدل افزایشی فرایند تکرار در تمام طول فرایند تولید نرم افزار انجام میشه، یعنی هم تکامل در نیاز داره هم تکامل در پروژه. مدل افزایشی به واسطه استفاده از مکانیزم نمونه سازی تکاملی بر تولید تکاملی نرم افزار تاکید دارد، اما مدل نمونه سازی به واسطه استفاده از مکانیزم نمونه سازی دور انداختنی بر شناسایی تکامل نیازها تاکید دارد و نه تولید تکاملی. در واقع در مدل نمونه سازی پس از شناسایی نیازمندی ها توسط مکانیزم نمونه سازی دور انداختنی در ادامه نرم افزار به شیوه مدل آبجکت در قالب یک قطعه و یک جا ایجاد می‌گردد. تولید تکاملی بدین معنی است که نرم افزار قطعه قطعه، ذره ذره، کم 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 تکامل می‌یابد و نه در قالب یک قطعه و یک جا. بنابراین در مواقعی که تغییرات زیاد است و نیاز است نسخه‌ای از نرم افزار ارائه گردد و در نسخه‌های بعدی نرم افزار تکامل یابد، مدل نمونه‌سازی کارایی نخواهد داشت و مدل‌های تکاملی مثل افزایشی و پیچشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. خب من خودم وقتی که کتابای خودم رو میخونم
جدای از اینکه دارم حرف میزنم مثلا یادتون میدم، بک‌گراند ذهن من همیشه چه موقعی که دارم برمیگردم منزه، چه موقعی که نگاه میکنم، همیشه این سوال برام هست، من اینا رو کی نوشتم؟ باورتون میشه برام سواله؟ نمیدونم، مثلا خودم هم برام همیشه این سوال بزرگه، کی نوشتم و چجوری نوشتم و چقدر وقت گذاشتم. ولی خب میدونم دیگه چه شرایطی رو گذروندم تو نوشتن اینا. ولی اون روزا واقعا فشار کاری خیلی سنگینی رو من بوده. خیلی خب. اما مدل پیچشی، پس پیچشی دقیقا همون چیه؟ افزایشیه. بهش اسپیرال میگن، اون اینکریمنتال بود. بهش مارپیچی و حلزونی هم میگن. خب بهش مارپیچی و حلزونی هم میگن به پیچشی. خب این شکل رو شما دیدی؟ این شکلی که من اینجا کشیدم، این تیکه میبینی اینو؟ یعنی 1 2 3. آیه پرسمن به جای اینکه مثلا اینجوری اینجوری بگه، بگه مثلا بعد چند تا نقطه، بگه افزایش 1 2 3، اومده اینو اینجوری گفته. خب نیازی نبود این کارو بکنه اصلا، برای همین ما میگیم یکی هستن. بچه نیا کن، انگار از اینجا تا اینجا این چیه؟ تا اینجا این انگار همین گام یکه. دوباره از اینجا مثلا چی؟ تا اینجا این میشه چی؟ گام دو. و مثلا از اینجا تا دوباره بچرخ بیا بالا، تا اینجا میشه سه. این مثل یک در واقع نخی که اینو اینجوری پیچوندنش. بچه این دو سر نخو از این ورش از اون ورش بگیر بازش کن، یعنی دو سرشو بگیر بازش کن، این چرخش رو بعد حالا اینجوری ببرش. وقتی میبریش تبدیل به چی میشه؟ مدل پیچشی رو دو سر نخش بگیر بازش کن بعد اینجوری ببرش با قیچی، تبدیل به چی میشه؟ دقیقا به شکل سمت چپ تبدیل میشه دیگه، میشه افزایشی. حالا همون افزایشی رو، افزایشی هست اینجوری یه نخ دیگه افزایشی، بگی اینجوری بچرخونش، خب تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به پیچشی. پس این دوتا شکل کاملا معادل همن. یعنی چطور ای تو یکش ارتباط تحلیل طراحی پیاده سازی داره؟ خب اینم تو یکش، دوباره اینجا تحلیل طراحی، اینم تو یکش دقیقا تحلیل طراحی پیاده سازی داره. توی بنفشه چطور؟ دوباره تحلیل طراحی پیاده سازی داره. توی سبزه چطور؟ دوباره تحلیل طراحی پیاده سازی داره. متوجه من هستی؟ پس هیچ فرق این دوتا با هم ندارن، عین همن. فقط تو گام برنامه ریزیش یه چیزی دارد به نام مدیریت ریسک. البته افزایشی هم داره ها تو گام برنامه ریزیش این مدیریت ریسک رو، یعنی هر دوتاشون گفتم مدیریت ریسک. اون تا این چی رو داره؟ ریسک کامل. پس مدیریت ریسک تو کجا قرار میگیره؟ تو کدوم گام؟ تو گام برنامه ریزی. افزایشی مدیریت ریسکش ناقصه در حد مدیریت ریسک نیاز و مدیریت ریسک فنی، ولی پیچشی چرا اون در واقع چرا اون ریسک فنیش اینجا هست؟ بله، یعنی شما موقعی که نمونه سازی دور انداختنی رو انجام میدی، این به نوعی ریسک نیاز رو میاره پایین، ولی تو گام برنامه ریزی هم
موقعی که مدت ریسک بررسی می شود می بینیم که تو ارتباط این کار انجام شده. می گینید چی می خواهم بگم؟ آخه برنامه ریزی هم مهمه دیگه، یعنی ما مطمئنیم که اونجا ابزار خوبی استفاده کردیم ولی برنامه ریزیش اینجا انجام شده دیگه. خود مدیریت، مدیریت ریسک. حالا یه چیز هست، ما یه زمان میگیم مدیریت ریسک، یه زمان میگیم خب اینو ریسک رو چجوری میاریم پایین. مثلا مدیریتش تو برنامه ریزی انجام میشه ولی ابزاری که استفاده میشه مثلا تو ارتباطه. پس ما تو افزایشی فقط دو تا مدیریت ریسک داریم، یکی نیاز و یکی ریسک فنی. ولی در پیچشی همه ریسک ها بررسی میشن. بعد میگه مثال بزن، میگم باشه. یکی از ریسک هایی که ما داریم اینه که مثلا هاردمون بسوزه. نه، از هاردمون چی بگیریم؟ بکاپ بگیریم. این از هارد بکاپ گرفتن مدل افزایشی نداره، از هارد بکاپ گرفتن و مدل افزایشی نداره، فقط پیچشی داره. چرا؟ چون مدیریت ریسکش کامله و تو همه ابعاد، یعنی اون 8 فعالیت چتری رو به طور کامل انجام میده مدل پیچشی. مدل پیچشی مدیریت ریسک رو کامل انجام میده، یعنی تمام فعالیت‌های چتری رو انجام میده. مثلا ساده بخوام بگم، این فعالیت‌های چتری تو گام برنامه‌ریزی انجام میشن دیگه. دقت میکنید؟ یعنی ارتباط مشخص میشه تو برنامه‌ریزی، این فعالیت‌های چتری خودش رو نشون میده. پس یا اینکه مثلا برنامه‌نویس ارشدمو از دست بدم، مدیر ارشدمو از دست بدم، مدیر ارشدمو از دست بدم، مدل پیچشی کنترل میتونه بکنه یا افزایشی؟ بگید ریسک از دست دادن مدیر ارشد افزایشی میتونه کنترل کنه یا پیچشی؟ پیچشی. چرا؟ چون به طور کامل مدیریت ریسک داره. یعنی یعنی پیششی مثلا بکاپ گرفته دیگه، بکاپ انسانی گرفته، هم بکاپ غیر انسانی گرفته هم بکاپ انسانی، مدیریتش کامله تو همه ابعاد. ریسک فنی چطور؟ خب پیششی هم داره ریسک فنی رو. ریسک نیاز چطور؟ خب پیششی هم داره. به نوعی افزایشی زیر مجموعه کی محسوب می شود؟ پیششی. پس پیششی همه اون قابلیت های افزایشی رو دارد، اما به واسطه مدیریت ریسک کاملش کارهای بیشتری هم انجام میدهد. این است. و اگر صفحه 52 رو نگاه کنی میبینی که تو ارتباط که انجام داده، بعد از صفحه 52 کتاب ببین، تو فعالیت ارتباطاتش، بعد رفته تو فعالیت چی؟ بعد برنامه ریزی. بعد نگاه میکنی میبینی که تو برنامه ریزی چیزی به نام تحلیل ریسک و داره، یعنی مدیریت ریسک. چه بگیم، تحلیل ریسک یا مدیریت ریسک فرق نمی کنه. یعنی اون تحلیل ریسک و پیچشی داره، ولی افزایشی اون تحلیل ریسک و داره ولی ناقصه. نسخه کاملش کجاست؟ تو پیچشی. افتاد؟ خیلی خوب. حالا یه نکته دیگه ای، مدل پیچشی به خودی خود که مدیریت ریسک رو که نداره بگیم آقا اتومات انجام میشه، بلکه باید تیم بچهای چتری بیان اونو انجام بدن. حالا اگر این بچهای چتری کارآمد نباشن، یعنی مدیریت ریسک رو خوب انجام ندن، اون موقع مدل پیچشی تبدیل میشه به همون چی؟ مدل افزایشی. نه، یعنی پوز و قدرت مدل پیچشی به همون مدیریت ریسکشه. خب تو اگه اونو درست انجام ندی که اتومات که انجام نمیشه. پس شما زمانی میتونید بگی من پیچشی ام واقعا، که خود مدیریت ریسکشو درست انجام بدی. وقتی اونو درست انجام ندی، پس نمیتونی پوز بدی بهش بگی من اینا رو دارم. یه اشکالی که به مدل‌های تکاملی سنتی وارده، شاید بگردید بگید که خب مدل‌های در واقع
تکاملی سنتی بودن دیگه. چرا ما کوچ کردیم رفتیم به سمت تکاملی مدرن؟ به دو دلیل رفتیم. حتی به چندین دلیل دیگه. چرا رفتیم به سمت مبتنی و مؤلف شیعه؟ چندین دلیل وجود داره که میخوایم اینجا بگیمش. یکی این بود که اینجا میبینی من چند تا نقطه گذاشتم. امروزه اومدن گفتن که یه پروژه میخواد ساخته بشود نباید بیشتر از 4 تا گام باشه، یعنی باید گام 1، گام 2، گام 3 و گام 4 پروژه تموم بشه. اینجوری نیست بگیم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 همینطوری بریم افزایش های مختلف رو تجربه بکنیم، چون اگر اینجوری باشه نمیشه برنامه‌ریزی کرد. من بعدن که آر یو پی رو درس خواهم داد به شما یاد خواهم داد که در آر یو پی چارچوب ما طوری تنظیم شده که تو 4 تا استپ، یعنی تو 4 تا افزایش 1، 2، 3، 4، 4 تا 25%، طبق 4 تا 25% پروژه تمام میشه میره پیکارش. ولی مدل های تکاملی سنتی این تکاملشون تا بی نهایت میتونسته ادامه پیدا کنه و گام های مشخصی نداشته و یکی از اشکالات مهمی که اینجا وجود داشته براش. دقت کردید به این موضوع؟ که بعدن تو آر یو پی که من حرف زدم بیشتر راجبش حرف می‌زدم که مثلا میگم اونجا 4 تا گامه، ولی این تکاملی‌های سنتی مثلا تعداد گاماش مشخص نیست. یه مدلی که وجود داره بالای صفحه 56، بالای صفحه 56 نوشتم مدل توسعه همروند. نکته مهمی که باید یاد بگیریم اینه که این مدل توسعه همروند برای تولید پروژه نیست، یعنی یه پروسس مدل نیست. مثلا اینجوری نیست بگیم مثلا که افزایشی و پیچشی قرارش بدیم یک پروسس مدل، نه، این بیشتر یک مدل کنترل پروژه است. یک مدل کنترل پروژه است که می‌خوایم راجبش توضیح بدیم یعنی چی. خب نیا کنید، مثلا فرض کنید که شما مثلا یه شرکت دارید که تو شرکتتون چند تا پروژه گرفتین؟ مثلا 4 تا مثلا 5 تا پروژه گرفتین. پس مدل توسعه همروند به درد تولید پروژه نمیخوره، برای بیشتر کنترل پروژه هاست نه تولید پروژه. یه شرکتی شما دارید که مثلا 5 تا پروژه همزمان دارید میسازین و تکامل میدید و بعد بهش بخوایم بدیدش به مشتری، مثلا 5 تا پس پروژه گرفتید. بعد این پروژه ها قطعاً تحلیل دارن، کامل بگیم دیگه، ارتباط دارن، تحلیل دارن، طراحی دارن، مثلا پیاده سازی دارن و چه میدونم تست و اینا. اونه کیا هم همینطور، یعنی اینم مثلا ارتباط داره، تحلیل داره، طراحی داره، پیاده سازی داره و تست، و اینا هم به همین ترتیب. گوش میدید؟ اینا هم به همین ترتیب. موضوع مهم اینه که میان بچه اینا هر کمشون یه دونه چی هم؟ اینا هر کمشون یه فعالیت هم، مثلا فعالیت ارتباط، فعالیت تحلیل، طراحی، پیاده سازی، تست. میان برای هر کدوم از این فعالیت ها یه گراف میکشن یا یک چرخه وضعیتی یا یک گراف یا یک چرخه حیات برای هر کدوم از فعالیت ها. تک تک این فعالیت ها برای هر کدومشون یه گراف میکشن. پس الان تو پروژه یک ما چند تا گراف داریم؟ 1، 2، 3، 4، 5. چند تا گراف داریم؟ تو پروژه یک 5 تا. برای هر فعالیت به طور جداگانه یه گراف میکشن.
یعنی برای ارتباط یه گراف میکشن، برای تحلیل یه گراف کشن، برای طراحی یه گراف، برای پیاده سازی یه گراف و برای تست هم یه گراف. بعد پروژه یک هیچ ارتباطی با پروژه دو نداره، پروژه یک هیچ ارتباطی به پروژه دو نداره، پروژه دو هیچ ارتباطی به سه نداره و این پنج تا پروژه به طور کامل مستقل هستن و هیچ ربطی به هم ندارن. ولی این گراف ها برای این کشیده می شود که مدیر پروژه یا رئیس شرکت یا مدیر پروژه ارشد بدونه که مثلا پروژه یکش تو چه مرحله ایه، پروژه دوش تو چه مرحله ایه، سه تو چه مرحله ایه، چهار چه مرحله ایه و پنج چه مرحله ایه. و این پروژه هیچ ربطی به هم ندارن، فقط مدیر ارشد نگاه میکنه که هر کدوم از این پروژه در چه مرحله ای هست و چقدر پیش رفته. برای همین بهش میگن مدل توسعه همروند، یعنی هر کدوم از اینا برای خودشون به طور مستقل دارن حرکت میکنن و توسط این گرافایی که هم توضیح میدم معلوم میشه که هر پروژه در چه مرحله قرار داره. پس یاد گرفتیم که هر فعالیتی در هر پروژه یه گراف داره و الان پروژه چند تا گراف داره؟ 5 تا. خب 5 تا هم پروژه داریم، 5 5 تا، پس 25 تا گراف کشیده میشود. به نوعی این گرافایی که برای هر فعالیت کشیده میشود چرخه حیات اون فعالیت رو نشون میده که این فعالیت الان تو چه وضعیتی قرار داره. پس اون گراف وضعیت اون فعالیت رو مشخص میکنه. هر گرافی برای هر فعالیت وضعیت یا چرخه حیات اون فعالیت رو مشخص میکنه. اون گراف چیه؟ اون گراف همون شکلیه که شما تو صفحه چند میبینی؟ 57 میبینی؟ اون گراف همون شکلیه که شما تو صفحه 57 میبینی. بچه ها شما وقتی که ارتباط و بار اولت میخوای انجام بدی، ارتباط تو چه وضعیتی قرار گرفته؟ ارتباط خالیت تو وضعیت انجام نشده است. بازم تاکید میکنم این گرافی که میبینی تو صفحه 57، 5 تا دونه از اینا، لطفا دقت کن که امکان تکرار مجددش وجود نداره، هر کدوم از این گرافایی که شما تو صفحه 57 میبینی یه دونه از اینا برای هر کدوم از این فعالیت ها مشخص میکنه. یعنی چند تا این پروژه یک از این گرافا داره؟ 5 تا. برای هر کدوم از این فعالیت ها یه دونه اینا میکشی به طور مستقل. خب بچه بار اول که میخوایم ارتباط رو انجام بدیم تو چه وضعیتی قرار داره؟ شما گفتیم این گراف ها وضعیت فعالیت رو نشون میده. خب الان ارتباط انجام نشده، پس تو چیم انجام نشده؟ ولی یه کوچولو انجام میدیم ارتباط رو. خب ارتباط میره تو حالت چی؟ در حال توسعه، یعنی داریم یه کارایی میکنیم. بعد مثلا اون کارایی که کردیم میتونه بره در حال مرور بشه، میتونه بره منتظر تغییرات بشه. خب مثلا اگه بره مرور بشه، این مرورش بعد بر اساس چی باشه؟ بر اساس معیارها باشه، بر اساس اون استانداردهایی که ما مد نظرمون هستش و بر اساس مثلا اون معیارها و انتظارهامون و استانداردهامون میره تو حالت انجام شده. دقت بکنید، میره در حال انجام شده و مثلا اینجا رو ما میزنیم چی؟ فعالیت ارتباطمون میره تو حالت انجام شده، مثلا پتیک میخوره، مثلا انجام شد، یه کوچولو انجام شد. پس چون انجام شد ما یه تیک زدیم. بعد همین وضعیت رو دوباره برای چی ما مشاهده خواهیم کرد؟ برای تحلیل. دوباره تحلیل مثلا انجام نشده است، دوباره تحلیل ما میره مثلا تو در حال توسعه، مثلا میره در حال مرور میشه کارهایی که انجام دادیم بر اساس معیارهامون. حالا معیارها میتونه هر چیزی باشه دیگه. بعد میره تو وضعیت چی؟ انجام شده. و به همین ترتیب دوباره طراحیمون همینطور، کاراش انجام میشه میره تو انجام شده. دوباره پیاده سازیمون همینطور میره مثلا چی؟ و یه دور ما همه رو رفتیم و انجام دادیم. خب حالا یه نیاز جدید مطرح میشه،
متوجه من هستین؟ یه نیاز جدید مطرح میشه. یعنی الان و یه نیاز جدید مطرح میشه، فعالیت اعتماد از حالت انجام شده بعد بره تو چه وضعی قرار بگیره؟ این تیکش تبدیل میشه به زبدن. یعنی بعد همه اینا دیگه، همه اینا تبدیل، همه اینها میرن تو حالت چی؟ منتظر تغییرات. متوجه من میشی چی میگم؟ میرن تو وضعیت منتظر تغییرات همشون. خب بعد دوباره از حالت منتظر تغییرات میاد بازبینی میشه، میده مرور میشه بر اساس معیارها، بعد دوباره چی میشه؟ میشه انجام شده. دوباره اینم همین تیک میخوره، تیک میخوره، تیک میخوره، تیک میخوره. دوباره نیاز جدید اینجا مطرح میشه، این زبدن میخوره، همه میرن تو منتظر تغییرات و به همین ترتیب این پروژه در واقع داره چی میشه؟ تکامل پیدا میکنه و حرکت میکنه. و اگر از اون بالا یه دونه از اینا بره تو منتظر تغییرات، اون موقع همه میرن تو چی؟ منتظر تغییرات. چون از بالا آب گلالوده دیگه، میگن آب از بالا گلالوده، بنابراین همه اینا تحت شعاع قرار میگیرن. و این گراف بعد برای تک تک اینا انجام شد. همین داستانه برای پروژه دو، برای پروژه سه و برای پروژه چهار و برای پروژه پنج هم وجود داره. خب پس ساده بود دیگه، اگه سوال هست بپرسیم. برای رسیدن به انجام شده، آها آره در حال مرور، آره دیگه. ببین یه زمان تو معیاری اصلا نداری، اصلا معیار نداری، مثلا وقتی که مرور میکنی هیچ معیار مشخص برات وجود نداره، ساده سری میری تو انجام شده. یعنی این هم میتونه باشه دیگه. یه زمان هم یه سری معیارها استانداردها داری، مثلا میگی که باید حتما معدل دانشجوی من بین 0 تا 20 باشه. خیلی از اوقات هم همچین معیارهایی ما نداریم. یا مثلا موجودی حسابم نباید مثلا منفی بشه. ببینی خیلی از اوقات ما همچین معیارهایی نداریم، خیلی از اوقات هم خب داریم. یا مثلا ارزش افزوده من مثلا باید 7% باشه، 8% باشه، 9% باشه. پس اون معیارها همون استانداردهای منه، قواعد محیط عملیاتی منه. مثلا نمره من بین 0 تا 20 باشه، نمیدونم موجودی من منفی نشه دیگه، اینکه ارزش افزوده مثلا 7% 8% باشه. اگه معیاری داریم بر اساسش انجام میدیم، اگه معیاری نداریم که هیچی دیگه. مثلا موقعی که می‌خوایم دو تا عدد رو جمع کنیم شاید هیچ معیاری نداشته، بگی آقا فقط اینا رو جمع کن. ولی اگه معیار داشته باش، بگی آقا فقط عدد صحیح رو با هم جمع کن، خب پس معیار داری دیگه. ولی اگه نه، هر عددی رو می‌خواد دلت می‌خواد با هم جمع بکنی، دیگه معیاری نداری دیگه. نه، یه زمان هست ما کارمون رو بر اساس این معیارها انجام میدیم، یه زمان هست نه اصلا معیاری نداری، مثل جمع دو تا عدد فقط صحیح باشه یا مثلا اعشاری یا هر چیز دیگر. حله؟ خب اینم که از این موضوع و ساده است. میرسیم به مدل‌های فرایند خاص. مدل‌های فرایند خاص، خب آقای پرسمن اومده گفته که مدل‌های خاص داریم به نام فرمال و مبتنی به مؤلفه ساخت یافته. خب اینو کی گفته آقای پرسمن؟ آقای پرسمن اینجوری گفته. من میگم که این حرفی که زده اینجا، کاش می اومد توی غیر تکاملی ها. ببین من چیکار کردم، می اومد توی غیر تکاملی فرمال میذاشت، بعد میگفت مثلا فرمال یه مدل خاصه، این بهتر بود. من اتفاقا همین کار رو دارم میکنم. پس ما یاد میگیریم فرمال یک مدل چیه؟ غیر تکاملیه. بگید پس فرمال، فرمال متد یک مدل غیر تکاملیه که مدل خاصه. فرمال یا سوری هم بهش میگن، محیط زیستش اینجوریه. نیاز ثابت،
مشخص امن. یه جایی داریم نیازش ثابت مشخص، از چی استفاده میکنیم؟ از آبشاری. یه زمان هست نیاز ثابت داریم مشخصه و امنیت هم برای مهمه، اون موقع از چی استفاده میکنیم؟ همین که میگه نیاز ثابت و مشخص یعنی غیر تکاملی دیگه. نیاز ثابت مشخص و جایی باشه که امنیت برای مهمه، از چه مدل استفاده میکنیم؟ از مدل های سوری. که این مدل های سوری رو من تو صفحه 60 گفتم، مدل روش های رسمی یا سوری. با کدوم درس مرتبطه؟ با درس نظریه زبان ها و ماشین ها. یعنی با اینها سیستم های نهفته می سازن. یعنی چی نهفته؟ یعنی اینا که امبدد هستن، مثلا میره توی دستگاه خودکار دادن مثلا یه بطری نوشابه. دیدید پولو میذارید، بعد پول ازتون میگیره مثلا، بعد یه بطری نوشابه به شما میده. یعنی اونجا یه جاییه که بچه نیازاش ثابته. آیا تا حالا شده مثلا نرم افزار یک دستگاهی که اتوماتیک نوشابه میده رو بیارم بگم آقا نیازش رو مثلا تکامل بدیم؟ نه دیگه، چون نیازش ثابته مشخصه، محیطش هم امن هستش. احتمالا شما درس نظریه زبان ها و ماشین ها رو پاس نکردین. پاس کردین؟ حالا بعضیتون پاس کردین، بعضیتون پاس نکردین. به هر حال این مدل با درس نظریه زبان ها و ماشین ها سر و کار دارد. ما خیلی نیازیست اونجا وارد شیم. اونجا مثلا یه سری در واقع زبان داشت، یه سری گرامر داشت، مثلا یه سری هم ماشین داشت. مثلا من مثال میزنم، مثلا میگفتن آ استار مثلا بی آ استار. این مثلا زبانش میشد. مثلا بعد رشته هایی که میگم نمیخوام الان نظریه درس بدیم اینجا. آها شما اصلا فراری بودید از نظریه که اومدید اینجا دیگه، اومدید آی تی. مثلا یه همچین رشته هایی رو میپذیره که خیلی نیاز نیست بدونید، فقط من یه کوچولو بهش اشاره میکنم. بعد چون اینجا آستاره است، آستاره هم یعنی از سه تا هر چیزی دیگه. پس این ماشین میتونه پذیرنده رشته آ باشه، چون آ میتونه صفر بشه، این هم صفر بشه، پس ب رو میپذیره. دیگه چه رشته ای رو میپذیره؟ مثلا آب رو میتونه بپذیره. میفهمید چی میگم؟ آب رو میپذیره. مثلا دیگه چه رشته ای؟ رشته آب. این رشته رو میپذیره آب ب آ؟ آب ب آ رو نمیپذیره چون تک ب داره، پس اینو نمیپذیره. بعد اگه مثلا میخواستیم برای ماشین بکشیم، ماشینش اینجوری میشد، در واقع این آ میشد، بعد اینجا یه ب میومد، بعد این به خودش برمیگشت مثلا میشه. حالا اینا رو شما اینجوری میگید، این رشته ها در واقع رشته های پذیرش مثلا اسکناسه. مثلا میگه که میخوای مثلا یه بطری 1000 تومانی رو بفهمونی به ماشین، خب این 1000 تومانی رشته های مختلفی میشه دیگه، مثلا 5 تا 200 تومانی، نمیدونم 10 تا 100 تومانی، 2 تا 500 تومانی. باید به نوع رشته های مختلف رو بشناسونی به اون سیستم دستگاه نوشابه. میدونی رشته های مختلف پولی رو میبینید. بنابراین اونجا ماشین ها باید پذیرنده رشته های چی باشن؟ بگید مختلف. یه همچین چیزی رو شما تو نرم افزار حقوق دستمزد میبینید؟ نه، ما تو نرم افزار حقوق دستمزد که همچین چیزی نیست، ولی بعضی از نرم افزار ها هستن به خاطر ماهیتی که دارن باید پذیرنده رشته های مختلف باشن. شما اگر یه بطری نوشابه 1000 تومانی میخرید، اسکناس های مختلفی رو ممکنه بدید دیگه، آره یا نه؟ پس بنابراین ماشین شما باید قابلیت پذیرش رشته های مختلف رو داشته باشه، و این دقیقا همین درس نظری زبان ها و ماشین هاست دیگه.
پذیرش رشته های مختلفی که خب تو این سیستم نیازا ثابته، مشخص، امنیت هم هست. چرا؟ چون این ماشین بر اساس ریاضی و دروس نظری مثل نظری زبان ها و ماشین ها پیاده سازی شده و قطعا نیازا ثابت مشخص امنیت هم داره. بهش فرمال متد گفته می یا سوری گفته میشه، بهش اتاق تمیز هم گفته می شود، کلین روم در واقع، اتاق تمیز یا کلین روم. این اصطلاح کلین رومش هم به این خاطر به کار رفته که در واقع خطا نداره، یعنی نرم افزار تمیزه، یعنی امنه، امنیت داره، خطایی رخ نمیدهد. استفاده از این مدل بسیار وقتگیر و گران قیمته. چون بچه شما دیدید الان تو دوستای خودتون همچین چیزی بلد باشن؟ اغلب همه پی اچ پی بلدن، نمیدونم جاوا بلدن، کمتر میبینی کسی به فرمال متد آشنا باشه. سازندگان کمتری هم وجود داره، خیلی تمایلی وجود نداره که کسی بخواد بره با این مقوله آشنا بشه. و مشتری هم در واقع با این نوع نرم افزارها موقع که میخواد ساخته بشه خیلی ارتباط خوبی برقرار نمیکنه، چون اصلا نمیفهمه رشته چیه. یعنی به مشتری تو باید بری درس نظری زبانها و ماشینا یاد بدی، مثلا یعنی مدل سازیاش اینجا ERD یا DFT یا اینا نداره، UML نداره، یه مش رشته و ماشین و گرامر و زبان و ایناست، زبان، گرامر، ماشین، و بعد اینا رو نشونه مشتری بدی، مشتری هم بعدش میاد دیگه اینا رو بخواد ببینه، میگه مثلا آیستار چیه نشونه من میدی. پس مدل سازیاش هم همین جوریه، یعنی مدل سازیش با ERD و DFT و اینجور چیزا نیست، مدل سازیاش با زبان و گرامر و ماشین و اینجور حرفا هستش. بنابراین مشتری هم خیلی میلی بهش نداره. به هر حال در جایی که امنیت خیلی زیاد باشه، نیاز ثابت باشه و مشخص باشه، ما مثلا از روش های سوری استفاده میکنیم. دقیقا یعنی چی گفتم؟ این از سوری ها. خب چند تا دیگه مدل مونده؟ این هم که راجبش حرف زدیم، یه مدل مبتنی به معلفه ساخت یافته مونده و تکاملی مدرن، که تکاملی مدرن که تکامل مدرنه دیگه. ولی این تکلیف مبتنی به مؤلفه ساخت یافته چیه؟ ببینید دوباره پرسمن گفته که مبتنی به مؤلفه ساخت یافته مدل خاصه، که به اعتقاد من کاش اینو می آورد میذاش اینجا، یعنی میگفت تکاملی سنتی به سه بخشه: افزایشی، پیچشی، مبتنی بر مؤلفه ساخت یافته. بعد کنارش میگفت خب این خاصه. خب راست هم میگه خواسته دیگه، من خواسته دیگه که بهش میگه خواسته دیگه. خب بنابراین بهتر بود که پرسمن به جای اینکه بیاد جدا کنه بگه مدل های خاص مبتنی به معلفه ساخت یافته، اینو میآورد میذاشه اینجا. پس بچه ها ما یاد میگیم که مدل مبتنی به معلفه ساخت یافته یه مدل چیه؟ تکاملیه. بگید یک مدل تکاملیه چیه بچه ها؟ یه مدل تکاملی سنتیه. یک مدل تکاملی سنتی. ولی خاصه. چرا خاصه؟ علت خاص بودنش چیست؟ علت خاص بودنش اینکه مبتنی بر چیه؟ مؤلف است. بگید علت خاص بودنش اینه که مبتنی بر مؤلف است. اولا جاشو بفهمید. جاش تو تکاملیای سنتیه. و به شکل افزایشی و پیچشیه. یعنی تکاملیه. ولی خاصه، خاص بودنش هم به دلیل اینکه کامپوننت بیسه، یعنی مبتنی به مؤلفه ساخت یافته است. و من اینجا یک کمی راجبش حرف میزنم. یعنی چی؟ مدل مبتنی بر مؤلفه یا کامپوننت بیس. کامپوننت بیس یعنی برپایه کامپوننته. دقت میکنید بهش؟ کامپوننت بیس که مبتنی به مؤلفه از نوع چی؟ ساخت یافته. که چون ساخت یافته است میشه از جنس چی بچه‌ها؟ تابع. تابع میشه از جنس تابع.
این میشه مدل مبتنی بر مؤلفه تابه تابه یا به این شکل. خب ما یکی دیگه هم داریم که میشه اینجوری مدل مبتنی بر مؤلفه کلاس کلاس، یعنی شیگرایی. حالا سوال اینه ما چند مدل مبتنی بر مؤلفه داریم؟ بگید. دو مدل. یکی مدل مبتنی بر مؤلفه ساخت یافته است، یعنی پیمانه های من، مؤلفه های من چیه؟ مؤلفه یعنی پیمانه، مؤلفه یعنی ماژول، مؤلفه یعنی پیمانه یعنی ماژول. منتها در ساخت یافته مؤلفه من چیه؟ بگو. مؤلفه من چیه؟ تابه است. ولی در مدل مبتنی به مؤلفه شیگرایی مؤلفه من چیه؟ کلاسه. قبول؟ کلاسه. یعنی در مدل مبتنی به مؤلفه ساخت یافته شما تابه ها رو میذاری کنار هم. ببین داره میگه کامپوننت بیس، یعنی از کنار هم قرار دادن تعدادی تابه تو چی میسازی؟ یه پروژه. ولی در مدل مبتنی به مؤلفه شیگری از کنار هم قرار دادن تعدادی چی پروژه میسازی؟ کلاس. از کنار هم قرار دادن تعدادی در واقع کلاس شما یه پروژه رو در واقع چیکار میکنید؟ میسازیدش. اما خود این اصلا مبتنی به مؤلفه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما از گذشته خودتون احتمالاً یه سری مؤلفه دارین، دقت میکنید، احتمالاً یه سری مؤلفه دارید که در پروژه های آیندهتون از اون مؤلفه ها دوباره چیکار میکنید؟ بگید بچه ها. استفاده میکنید دیگه. یعنی تو مدل مبتنی به مؤلفه شما یه چیزایی از قبل دارید که نوشتید، حالا تو پروژه های بعدی مجددا از اونها چیکار میکنید؟ استفاده میکنید. پس مبتنی به مؤلفه یعنی انگار یعنی چی؟ قابلیت استفاده مجدد. ببینید داره میگه بر پایه مؤلف، مؤلفه یعنی کامپوننت بیس، یعنی مبتنی بر مؤلفه، یعنی توسعه پروژه شما اصلا بر پایه مؤلفه است. و وقتی که بر پایه مؤلفه است حتما از کنار هم قرار دادن یه سری مؤلفه اینو میسازی و یه سریاشو از قبل داشتید، احتمالا یه سری مؤلفه ها رو هم بچه ها نداشتید شما میسازید. نه من یه سوال میپرسم، شما یه پروژه رو میخواید بسازید، مثلا فرض کنید که یه پروژه میخواید بسازید، مثلا فرض کنید یه پروژه، این پروژه کلن چند تا مؤلفه است؟ 10 تا. خب این 10 رو مثلا 4 تاشو از قدیم داشته استفاده میکنی، 6 تاش هم چی میشه؟ جدید میسازی. بچه یه پروژه چند تایی؟ 10 تایی. نه؟ یعنی 4 تاش رایگان در اومد یا هزینه کردی؟ 4 تاش رایگان در اومد برامون. 4 تاش رایگان در اومد، 6 تاش هم ما جدیدن ساختیم و کلن شد در واقع 10 تا پروژه. 10 تا مؤلفه شد که پروژه ما ایجاد شدش. دقت میکنید؟ پس اون 4 تا رو از قدیم. حالا یه نکته، یه شرکت هر چقدر پیشرفت کنه و قوی تر بشه بانکش غنی تر میشه دیگه، نه؟ یعنی تو بانک خودش مؤلفه‌ای چی دارد؟ بیشتری داره دیگه. و در نتیجه در آینده این احتمال خیلی زیاده که پروژه‌ای میگیری که کلا یهو همش چی در میاد؟ از رایگان میشه و هیچ هزینه‌ای براش نمیکنه. حالا من یه نکته به شما یاد بدم. البته بزنیم برای مبتنی به مؤلفه شیگرا مثال بزنم. خب دوباره مثلا فرض کن که میخوای با شیگرا بسازی پروژه تو. خب دوباره مثلا اینجا چند تا داری؟ 10 تا. خب اگه بخوای شیگرا هم باشی مثلا فرض کن که بازم 4 تا از قدیم داری، 6 تا هم در واقع جدید و بازم میشه چند تا؟ 10 تا. اینم 10 تا. فرق این دوتا اینه که تو مدل مبتنی به مؤلفه ساخت یافته اونجا هم کامپوننت بیسه، کامپوننت های تو تابع است. ولی در مدل مبتنی به مؤلفه شیگرا کامپوننت های تو چیه؟ کلاسه. تو هر دوتاشون صرفه جویی داریم، ولی به نظر شما کدوم بهتره؟ مبتنی به مؤلفه تابع تابع بهتره یا مبتنی به مؤلفه کلاس کلاس؟ ما اینو جلسات قبل به شما گفتیم به خاطر اینکه
در واقع در مبتنی مؤلفه شیگرایی ذاتن پیمانه های خوبی داریم، ذاتن اتصالش پایین است، انسجامش بالا هست، ذاتن استقلال عملیاتیش خوبه، یعنی ذاتن طراحی خوبیه، که اینو من بعدنم بیشتر حرف میزدم، سربارش کمتره. به نوعی کنار هم قرار دادن کلاس ها خیلی راحت تره، ولی کنار هم قرار دادن مؤلف های تابه تابه کنار هم دیگه خیلی سخت و طاقت فرساست. پس مدل مبتنی مؤلفه شیگرا خیلی بهتر از مدل مبتنی به مؤلفه تابه تابه هست، چون که مؤلف های کلاس راحت تر کنار هم قرار میگیرن، که علتش هم میگیم بعدن، انسجام بالا هست، اتصال پایین و این مسائل. حالا بچه های ما میرن مثلا پی اچ پی کار میکنن، این دورانش تموم شده، دوران برنامه نویسی تموم شده، اینایی که میرن کامپیوتر میخوان اینا نمیفهمن، خب اینا اوتن، مثلا طرف میره رشته هوش مصنوعی میخونه اوته، یا میره مثلا نرم افزار میخونه، اصلا رشته نرم افزار تموم شده است، منسوخ شده، نمیفهمن اینو بچه های ما. حالا من میخوام الان یه زاویه جالب برات حرف بزنم. دوران برنامه نویسی، بله میگن هوش مصنوعی در آینده، مثلا اصلا برنامه نویسی دیگه به طور کلی ببینید به توضیحاتی من به شما میگم الان، مثلا میگن که آینده مال هوش مصنوعی. خب آخه پسر، خب دختر، خب مثلا تو میری هوش مصنوعی میخونی مثلا چی میشی؟ مثلا نمیفهمن اینا رو واقعا. ببینید نمیفهمن دیگه، چی بگم بهشون؟ مثلا شما در نهایت باید یه کسب و کار راه بندازی، اونم کسب و کار سنتی نباید راه بندازی، نباید بری کارخونه راه بندازی تولید کنی، باید بری کسب و کار اینترنتی راه بندازی و در حوزه فروش وارد شوی. و جالبه که در کسب و کار اینترنتی تو اصلا اسکیو سرور بدونی ندونی، نمیدونم پی اچ پی بدونی ندونی، برنامه‌نویسی بدونی ندونی، اصلا ربطی نداره، اصلا کسب و کار اینترنتی هیچ ربطی به سواد کامپیوتری نداره، بلکه بیشتر باید سواد تجاری سازی داشته باشی. خب در راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی شما مبتنی بر مؤلفه شیگرا داری رفتار میکنی امروزه، و شما مثلا یک وردپرس رو نصب میکنی و در کنارش مثلا یه ووکامرس به عنوان مثلا بخش فروشگاه سازش نصب میکنی رو وردپرس. حالا من نمیخوام وردپرس و ووکامرس درس بدم چیه، به هر حال مثلا ووکامرس شما یه مؤلفه در نظر بگیرید، میفهمید چی میگم؟ ووکامرس یه مؤلفه است و فروشگاه ساز هست، نه یک یه عالمه کلاس توشه. آها واحد، ببینید کوچکترین مؤلفه ما کلاسه، حالا یه عالمه کلاس ها رو دوباره بچینی کنار هم دوباره خودش میشه یه مؤلفه دیگه، میگینی چی میگم؟ واحد مؤلفه کلاسه، کوچکترین مؤلفه ما کلاسه، حالا یه سری کلاس رو دوباره میچینی کنار هم میشه یه مؤلفه، حالا دوباره یه سری مؤلفه دیگر رو میزینی کنار هم میشه برنامه اصلی، میشه مثلا یه دونه سایت گنده. شما ووکامرس رو رایگان میری دانلود میکنی، مثلا یه سایت میخوای بسازی ووکامرسش که یه مؤلفه است و همینطوری میه، نمیدونم سکیوریتیش رو میخوای مثلا وردپرس سکیوریتی رو میری و همینطوری میاریده، میخوای مثلا ایمیل مارکتینگ داشته باشی میری مثلا اونو برمی میخوای، آفنایا میخوای سئوش رو بیای میری مؤلفش رو برمیداری. شما نیازی نیست اصلا برنامه نویسی بکنید، اصلا کسب و کار اینترنتی رو اندازی برنامه نویسی ربطی نداره، تمام این مؤلفه ها هستش، قربونت برم. اونایی که میرن برنامه نویسی میکنن دارن میرن دوباره چرخ و اختراع میکنن. یه زمان هست شما میخوای شخص فنی بشی، میخوای بری بیل بزنی، خب برو پروگرامر شو، برو برنامه نویس شو. خب این درآمدی نداره که، این درآمدی نداره برنامه نویسی، هیچ وقت مشتری از شما راضی نمیشه اصلا تو برنامه نویسی بخوای تنهایی کار بکنی، بعد درآمدی هم نداره اصلا. شما باید 24 ساعت وقت داری، توی 24 ساعتت یک نفر آدم هم هستی،
طول کلا 24 ساعت، عرضت هم 1 ساعت، 1 ساعت بیشتر نداری چون یه نفری. 24 ساعت هم کار بکنی بازم به جایی نمیرسی. بعد میگی شغل برنامه‌نویسی چرا به درد نمیخوره؟ کدوم برنامه‌نویس شما دیدی به جای بزرگی رسیده باشه؟ و این اصلا فضاش منتفیه. حالا این که یکی میخواد برنامه‌نویس بشه دیگه به عهده خودشه، ولی ما میگیم به جای اینکه بیای برنامه‌نویسی بکنی، بیای مثلا بری PHP کار کنی، کد بزنی، بیا یه دونه مؤلفه بساز، یه مؤلفه بساز. و در فضای در دنیا ما یه عالمه مؤلفه، مثلا این مؤلفه شماره 1، این مؤلفه شماره 2، این مؤلفه رو که تو ساختی شماره 3، اونی که 4 رو یکی دیگه میسازه، 5 رو یکی دیگه میسازه، 6 رو یکی دیگه میسازه، 7 رو، و همینطوری مؤلفه تو دنیا داره همینجوری زیاد میشه. الان هزاران هزار مؤلفه آماده در جهان وجوده و هر روز و هر روز داره به اینا اضافه میشه و هر روز یک ایده ای رو در واقع دارن به عنوان مؤلفه میذارن و در واقع ایجاد میکنن و به فروش میرسونن. و تو وقتی یه مؤلفه رو بسازی، اولا این مؤلفه تو پروژه خودت استفاده و ثانیا اینکه مؤلفه رو مثلا میتونی تو یه سایتی بذاری یا خودت این مؤلفه رو بارها رو بارها بفروشیش. و به جای اینکه بیای وقت بذاری برنامه‌نویسی بکنی، اینجا شما یه مؤلفه رو میسازی و در واقع مؤلفه رو میذاری رو سایتت میفروشی و حتی موقعی که خوابی خرید اینترنتی میکنن و شما به درآمد میرسی، حتی وقتی که خوابی. و به این میگن کارخانه داری اطلاعات، یعنی یه چیزی که تو یه بار وقت گذاشتی ولی بارها و بارها داری میفروشیش. و به این میگن کانتنت مارکتینگ، یعنی بازاریابی محتوای دیجیتال مارکتینگ باید بشود. و بچه ما باید بیان تو این فضا کار بکنن، نه اینکه برن برنامه‌نویسی کار کنن، بره مثلا هوش مصنوعی میخونه، نه میره نظریه زبان ها مش اینا اوتن. یعنی من این هم تو کانالم گفتم، ولی خب وقتی نمیفهمن خب مثلا چیکارش نمیدونه چی میگه، آخه من به واسه علاقه دارم. خب قربونت برم، علاقه داری نیاز نیست نبود این کارا رو بکنی. اصلا این همه مؤلفه‌های آماده در جهان هست، تو کافیه یه سرچ اینترنتی بکن. شما چجوری میتونی یه فروشگاه، بعضیا نشستن فروشگاه می‌نویسن، خب چرا فروشگاه می‌شینی می‌نویسی؟ چرا چرخ و دوباره اختراع؟ ووکامرس رو تو خودت هم بکشی نمیتونی ووکامرس به اون عظمت بنویسیش. الان سایت خود من ووکامرس دیگه، نمیدونم شما احتمالاً تو همین کلاس اومدی خرید اینترنتی انجام دادی دیگه، خب اون ووکامرس بوده. و اینجوری بر پایه، الان آمار خیلی زیادی به وجود اومده که خیلی از سایت های جهان بر پایه وردپرسه. و اینکه مثلا یه نفری با وردپرس سایت میاره بالا نشونه ذکاوتش، یعنی فهمیده مبتنی با مؤلفه شیگراج دوران افزایشی و پیچشی و کد زدن اینا، دوران مبتنی بر مؤلف است. مؤلفه هایی را یه سریشو خودت جور کنی و یه سری دیگه‌ش هم از دیگران جور کنی و بعد اینا رو مونتاژ کنی و اسمبل کنی بذاری کنار هم. و من توصیه میکنم حتما یه وبسایت داشته باشی، یه کسب و کار اینترنتی، و بعد یه خدماتی رو ارائه بدید به عنوان مثلا یک مشاور مرجع، حالا تو هر حوزه‌ای. مثلا برو وردپرس یاد بده، ووکامرس یاد بده، نمیدونم برو SEO یاد بده، بعد کلاس آنلاین بذار، نمیدونم کتاب براش بنویس، بعد همایش بذار، نمیدونم تو تبدیل میشه به یک مشاور مرجع که یک کسب و کار اینترنتی داری که مثلا فقط وردپرس یاد میدی، لزومی نداره بری برنامه‌نویسی بکنی، اینو یاد میدی، براش کتاب می‌نویسی، کلاس آنلاین میذاری، همایش میذاری، فایل PDF براش تولید می‌کنی و تو احتمالاً هزاران هزار هوادار خواهی داشت که بعد هر محصولی تولید کنی حتما می‌خرن ازت، هر کتابی که چاپ کنی حتما ازت می‌خرن و سخنرانی می‌کنی این حرفا، و این میشه یک کسب و کار درست حسابی. و کسی که آی تی می‌خونه یعنی همین حرفایی که زدم، مثل ژاکت، بله. و این فضا میشه که اتفاقا یکی از فضاهایی که من خود من در آینده دارم تحقیق میکنم و میخوام وارد شم، همون فضای در واقع مبتنی به مؤلفه است. و آقای ژاکت که مثلا مال علی حاجی محمدی است، ایشون روزی 100 میلیون 200 میلیون تومان درآمدشه و ایشون داره کارخونه داری اطلاعات میکنه در واقع، یعنی یه دونه مؤلفه رو ساخته بارها و بارها مثلا داره میفروشه، ایشون برنامه‌نویسی نمیکنه. و اینا رو بهش میگن دانش. ببینید چقدر الان این حرفایی که زدم تفاوت تو مغز آدم ایجاد میکنه.
هرچند حرفای بازم بیشتری هم دارم که گفتم اینا رو باید بذارم توی جلسه ای که مربوط به کسب و کار اینترنتی اونجا حرف بزنم. اینا رو همه رو گفتم که قدرت مبتنی به مؤلفه رو بفهمی. بچه ها فهمیدید مبتنی به مؤلفه یعنی چی؟ آیا دنیا رفته به سمت مبتنی به مؤلفه یا نه؟ رفته. همه آقای حاجی محمدی میلیاردر ایشون متولد 72 و داره مبتنی به مؤلفه، نمیفهمم بقیه نفت. مثلا من یه عالم دانشجو دارم بهش میگم بابا جان ول کنیم پی اچ پی رو، هی نه هی مثلا بیل میزنه هی نمیدونم. بله متولد 72 ایشون، ایشون یکی از موفقهای ایران هست، یا آقای مثلا بهرامپور اینها. البته اینا بماند حالا چجوری شده و این اتفاقا براشون افتاده، اینا دانش، یه دانش خیلی قدرتمند یه جا به دست آوردن. میدونید اینها یه آموزش خیلی قدرتمندی رو دیدن، خب خیلی زحمت کشیدن دیگه، و اینا خیلی سواد دارن، میدونید با سواد شدن. و من همیشه خودم به این موضوع فکر کردم که خود من مثلا خب سواد مثلا خب مهندسی نرم افزار داریم مثلا، خب اونا که اینا رو اصلا نمیدونن که. و برای خودم اینو مشخص کردم که تا یک سال دیگه همه اینا رو از روشون عبور خواهیم کرد خود ما. نه نه تاثیرات خارج از کشور نداشتن، دانش زیادی دارن، اون دانش رو یه جایی به دست آوردن. خب منم خیلی تحقیقات کردم که خب دانش رو منم به دست آوردم و داریم روش برنامه‌ریزی میکنیم، کار میکنیم و میخوام که میگم در قالب یک همایش اینا رو بیاریم به بچه ها بگیم و بگیم که چه خبره. آره دانش، کتاب، دانش و استاد خوب میتونه زندگی آدم رو متحول بکنه. من فهم میکنم که یه سرنخ بهتون دادم که بفهمید مبتنی به مؤلفه یعنی چی، بفهمید سایت اینترنتی یعنی چی، وو کامرس یعنی وردپرس یعنی چی، فروش یعنی چی، بازاریابی محتوا یعنی چی، دیجیتال مارکتینگ یعنی چی، و و و خیلی چیزهای دیگه که شما میتونید به درآمدهای خیلی بالا و بالاتری برسید. آره حتما حتما. ببینید من تو خودم یه چیزو توش نتیجه 100 درصد نگیرم حتما میگم. ببینید من خودم وارد شدم تو این حوزه، شما میدونید من فقط استاد شما نیستم، من میخوام ببینید من الان دارم کلاس آنلاین میذارم. سایت ما در واقع وقتی که یه محتوای تولید میشه این بارها و بارها داره به فروش میرسه، دقت میکنید؟ خود من شخصا فقط فکر میکردم که من مثلا 24 ساعت برم درس بدم، خب این به درد نمیخورد که، این به درد نمیخورد. و بعدا فهمیدیم که باید مثلا این به باز به مثلا تولید محتوای منجر بشه، شما بتونی یه کلاسی رو ضبط کنی داشته باشی و این بارها بارها بتونه برای تو درآمدزایی بکنه. و دانش خیلی زیادی تو این حوزه وجود داره. خب و خواستم بگم که آی تی یعنی قدرت آی تی که هی میگیم آی تی آی تی یعنی این. حالا بذارید اونایی که میرن افسار میخونن برن بخونن، خودشون بدبخت کنن، میاره کنن بقیه بریش اونا میخندن. اینجوری فکر میکنم که مطمئن به مؤلفه رو دیگه فهمیدید یعنی چی. خیلی خب بچه ها فصل اول تموم شد، تست دو. شما یادتون باشه تا وقتی که برای اینکه به درآمد دو برابر برسید باید مطالعاتتون رو دو برابر بکنید، باید دو برابر یاد بگیرید که بتونه درآمدتون غیر از شما نشستید مثلا فهم کنید ایده بدید، ایده ای وجود نداره اصلا، باید اجرا بکنید. خیلی از کارها تو ایده ها تو کار به وجود میاد. حالا بحثش مفصل ان شاء الله بمونه یه فرصت بهتر. بچا تست دو رو حل کنیم. حتی کلاس ویب مستانیشون 4 میلیونه، 3 میلیون نیست. شما فکر کنید که 4 میلیون مثلا 200 نفر، 50 نفر میشه 800 میلیون در سال فقط کلاس ویب مستانیشون. 50 تا 4 میلیون خیلی درآمدشون وحشتناکه. ایشون ماهی سالی 2-3 میلیارد درآمدشه. شاید بیشتر. آره از این عددا خیلی بیشتره، از این عدد رقما. خب تست دو.
نمیگید کدوم گزینه میشه تست دو؟ تست دو میشه گزینه یک. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما چند تا متدولوژی داریم، یا متدولوژی ما ساختیافته هست یا متدولوژی ما شیگرا هست. و اگه ساختیافته باشه که ارتباط داره، مثلا برنامه ریزی داره، نمیدونم تحلیل داره و در نهایت مثلا طراحی داره و پیاده سازی و این سمت هم همینطور ارتباط، برنامه ریزی، تحلیل، طراحی و پیاده سازی. من به شما چی گفتم؟ اینو گفتم که فعالیت ارتباط ساختیافته با شیگرا فرق داره یا یکسانه؟ ما اینو قبلا گفتیم. گفتیم فعالیت ارتباط تو ساختیافته و شیگرا با هم چیه؟ یکسانه. دیگه موقعی که میخوایم مثلا نیازا رو بشناسیم، نمیگیم مثلا بیا یک گفتگو ساختیافته با هم بکنیم. میریم همون حرف میزنیم دیگه. یا شنیدن ساختیافته و شنیدن شیگرا که نداریم. پس فعالیت ارتباط، بگید بچه‌ها، بگید در ساختیافته و شیگرا کاملا مثل چی هن؟ یکسانه. کاملا یکسان هستن. ولی مثلا برنامه‌ریزی‌هاشون یه کمی دیگه متفاوته دیگه. اینجا باید ما برنامه‌ریزی بکنیم برای پروژه‌ای که می‌خوایم مثلا تابه تابه بسازیم، ولی این وقت برنامه‌ریزی بکنیم برای پروژه‌ای که شیگرا. اینجا تحلیل ما تحلیل ساختیافته است، ولی اینجا تحلیل ما باید شیگرا باشه با UML، ولی اونجا مثلا با ERD. اینجا پیاده سازیمون با زبان C، ولی اینجا با زبان چیه بچه‌ها؟ C++. نه خب این پیاده سازیش میتونه هم با سی باشه. بچه با سی پلاس پلاس هم میشه ساختیافته رو انجام داد با زبان سی پلاس پلاس. شیگرا رو چطور با زبان سی میشه انجام داد؟ نه. چرا نه؟ چون در بحث شیگرا شما در پیاده سازی نیاز داری به مفهوم مثلا کلاس، چند ریختی، اینا رو بعدا خواهیم گفت، و مثلا وراثت. خب شما با زبان سی اصلا امکان ایجاد کلاس و چند ریختی و وراثت رو داری یا نداری؟ نداری اصلا. در حالی که شما تو پیاده سازی نیاز داری تو شیگرا به کلاس و چند ریختی و وراثت. بنابراین نمیتونیم ما تو پیاده سازی از زبان سی ساختیافته استفاده کنیم. ولی چرا تو متدولوژی ساختیافته میتونیم تو پیاده سازی از سی پلاس پلاس استفاده کنیم؟ به خاطر اینکه سی پلاس پلاس امکانات سی رو داره. خب یه چیزایی هم اضافه داره. خب ما از اون اضافه هاش استفاده نمی کنیم. مثلا شما میتونی یه بنز بخری مثلا باش با 40 تا سرعت بری، انگار سی پلاس پلاس مثل بنزه، ولی مثلا یه دونه ماشین معمولی داشته باشی، خب نمیتونی که با سرعت 200 تا باش بری، با سرعت 400 تا بری. میتونی بری؟ نمیتونی دیگه. پس نمیتونیم تو شیگرا از انگار تو شیگرا ما سرعت 400 تا میخوایم، بعد یه ماشین سی آوردی که مثلا سرعت 40 تا میره، پس به درد نمیخوره. ولی تو ساختیافته ما کلا 40 تا سرعت میخوایم. حالا یه ماشینی که بتونه با 400 تا هم بره بیاد، خب ما باش با 40 تا میریم. نه، پس شما میبینید در ساختیافته مثلا من میتونم از ابزاری چی استفاده کنم تو پیاده سازی؟ بگید. از ابزار شیگرا ما در ساختیافته میتونیم تو پیاده سازیش از ابزار شیگرا استفاده کنیم. بچه تو ساختیافته تو تحلیل و طراحیش هم میتونیم از ابزار شیگرا استفاده بکنیم. تو تحلیل و طراحیش
تو ساخت یافته آیا می توانیم تو تحلیل و طراحیش از شیعه رو استفاده کنیم؟ نظر نداریم؟ نه نمیتونیم دیگه، نمیتونیم، به خاطر اینکه تحلیل و طراحی ما اینجا بعد اصلا کلن این برنامه‌ریزی، تحلیل، طراحی اینا همش باید تابع باشه. ولی اینجا چی میسازه؟ کلاس میسازه. اصلا پیاده سازیش هم تابع میسازیم. حالا ولی اگر از سی پلاس استفاده میکنیم، خب سی پلاس پلاس میتونه تابع رو کرییت کنه. سی پلاس پلاس قدرت تولید تابع رو داره. قدرت تولید کلاس و چرخ‌نقدی و وراثت هم داره. که اگر از سی پلاس پلاس تو ساخت یافته تو پیاده سازی استفاده کنیم، فقط از قدرت تابش استفاده میکنه، اونی که قدرتاش پنهان میمونه دیگه استفاده نمیکنه. بنابراین تحلیل طراحیش نمیشه شیگر باشه، فقط تو پیاده سازیش میتونیم از ابزار شیگر استفاده کنیم، اونم به این دلیل که بقیه قسمتاش از سی پلاس پلاس استفاده نمیشه. متوجه شدین چی گفتم؟ پس ما بالاخره میتونیم از ترکیبی از متدولوژی یا بعضی وقتا استفاده کنیم یا نه؟ آره دیگه، مثلا تو ساخت یافته میتونیم پیاده سازیشو با چی انجام بدیم؟ با زبان شیگرا. ولی تو پیاده سازی شیگرا نمیتونیم از زبان ساخت یافته استفاده کنیم. بنابراین حتما گزینه چند میشه بچه ها؟ یک میشه. گفته بسته به شرط محیطی که یک نرم افزار برای آن توسعه مییابد، می توان از ترکیبی از متدولوژی های توسعه نرم افزار استفاده نمود. از آنجایی که متدولوژی به مفهوم ترکیبی از فرآیند و ابزار می باشد، البته روششو نگفته، میگین تستش ای کاش میگفت متدولوژی به مفهوم ترکیب فرآیند و روش و ابزار، روششو نگفته. میتوان فرآیند یک متدولوژی با ابزارهای استفاده شده در متدولوژی تلفیق کرد و مرسه. گفته میتوان دیگه، نگفته همیشه. یعنی مثلا تو ساخت یافته میتونیم از اون استفاده بکنیم. بچه تست یک هم که به وضوح معلومه که چیه؟ این همون نکته که گفتم افزایش ریسک فنی رو داره دیگه، نه؟ تست یک هم به وضوح معلومه که گزینه دو پاسخشه. زدیم قبلا، بله. خب فکر می‌کنم یه استراحت بکنیم بعد ادامه تستا رو حل کنیم. من یه توصیه دوستانم به شما میگم، همین حالا حتی هم کنکور دارید ولی میتونید هم شروع کنید، میتونید در آینده حتما حتما یک پایگاه اینترنتی در واقع حالا هر چیزی به نام x.ir یا com، حالا هر چیزی دیگه در واقع هر چیزی .com در واقع ایجاد بکنید و حتما SEO یاد بگیرین چیه و بعدن اون جلسه که من میذارم بیاید و نمیدونید چه خبره این تو، نمیدونید. میگم من بهتون یه جلسه من میذارم، شما زندگیتون متحول خواهد شد. آره همون درجه استادی، بله. حتی درجه استادی تو حوزه استاد شدنه، ولی اون بحث کسب و کارهای اینترنتی. برسیم به درجه استادی در کسب و کارهای اینترنتی که آخه ما میگیم که استادی خوبه، اون تا استاد پردرآمد از همه چی بهتره. آره اجرا هم خیلی مهمه، این که فقط بگیم ما بستر رو داریم نه، مثلا یه سری ها میگن ما خیلی کتاب داریم، ولی اجرا هم مهمه. من کمکتون میکنم 100%، چون شما اصلا آیتی هستیم، من اصلا با بچه آیتی کار دارم، اصلا بچه آیتی باهوشن، من اصلا بچه های رشته های دیگر رو قبول ندارم، یعنی به مغزشون و عقلشون واقعا شک میکنم. ببینید من چقدر از اونا بیزارم اصلا. و همه زندگیشون دارن بازی میکنن.
بچه ها 8:30 بیاید. آره آینده کاملا روشنه. من آدم با تجربه ایم، باورتون نمیشه، من خیلی حواسم به همه جا جمعه. من خودم آدم با تجربه ام، حتما مطمئن باشید حمایت میکنیم، کمک میکنیم و زندگی واقعا متفاوت رو تجربه بکنید. 100% زندگی از مان ماست. من قول 100% رو به شما میدم، فقط به شرطی که روحیتون عالی باشه، با هم همگام بشیم و همجوری بریم با هم جلو دیگه، و بعد میتونیم خیلی نقطه خوبی برسیم. خیلی خوب بچه 8:30 بیاید فعلا. خدا نگهدار.